بجام برانکارد خالی که ترس نداره، بجام دیگه. سلام علیکم. سلام علیکم خود فرد آقا سعیدا رو نشونشون. سلام علیکم. از این طرف. سلام علیکم. سلام. بفرم بالا. سلام علیکم. قم آخرت باشه. قربون شما. بفرم بالا. بفرمایید. برانکارد بذار اینجا. گواهی فاد لطفا دست داداشم. رحیم پاهاشو بگیر. بجام دیگه. ما میاره بهشون سرخونه، فردا میتونید بیدید برای تشریح. از شما درد نکنید. نه با نمیخورم، دستم مرده ایه. خدا تو ما رو نبخشیدی از دنیا نبری. من اگه امشب خواب بد ندیدم چه خبرده بابا؟ پس ما چی میگیم یه مرده رو با مرده ها سر میکنه؟ بابا صد رحمت به چاغل فروشی، من سر این کار نمیمونم. همین یه روزم که موندم واسه هفت پشتم بسته. اصلا میدونی چیه؟ این کار از وزیر و وکیل رئیس رؤسا مهمتره. فقط کافیه یه روز اعتصاب کنی، مردم از همدیگه بدشون میاد. خدای خود چی شد؟ انگار پنچر شدیم. خب حالا میخوای وایسی؟ معلومه دیگه. با این؟ بجام دیگه. پنچر شدم موت. در عقب با کن. در عقب واسه چی؟ زاپاس عقبه دیگه. بابا آخه کی زاپاسو میذاره عقب بغل میت؟ برو برو زاپاسو بیار برو. چی؟ برو دیگه، باید عادت کنی. ولی آخه نه ترس بابا، تا من اینجام هیچ موضعی نمیتونه به دست بزنه. برو بالا.
یالا دیگه باید عادت کنی. باشه باشه، حالم نکن حالم نکن. چی شده؟ گیر کرده. خب جنازه رو بعد بیاریم بیرون. چی؟ جنازه رو بعد بیاریم بیرون. گناه نباشه. حرف زیادی نزن. تون باش. چی شده؟ این برش گیر کرده. بیا تون باش، برو بیا. بیا همینجا تون باش. زباز زباز ها؟ زباز تو بیا دیگه. آها چی کار داریم میکنیم؟ هیچی همون پنچرشو بذاریم، پنچرشو میگیریم. زود باشین من وقت ندارم. آه چی میگه این؟ رحیم رحیم بلند شو. آه بلند شو. چیه؟ بریم تو ماشین. چه شده؟ برو تنه غرف کن. چی شده مگه؟ مرده زنده شده. این کیه؟ این همون مرده که زنده شده. یا صاحب قبر روشن کن بریم. سویچ سویچ به من ندادی. تو در آب کردی. نه بابا در باز بود. یه نفس عمیق. خیلی خوب، الان قلب شما داره خوب کار میکنه و هیچ مشکلی هم نداری. فقط چند تا آزمایش برات مینویسم که انجام میدی و جوابشو واسم میاری. نه آی دکتر، من دو روز بیشتر وقت ندارم. کی گفته تو دو روز بیشتر وقت نداری؟ خودم میدونم. یه دفعه من از اون بالا انداختم پایین. من یه کاری نیمه کاره دارم که حتما باید تمومش کنم. هممون همینطوریم. کارای نیمه کارمون تمومی نداره. پشو بریم بابا، شما رو تحویل خانه بودت بودیم. پشو کفش ده بپوش. پشو کفش ده بپوش. ساعت چنده؟ ساعت چی کار داری بابا؟ دیر نشه. چی شد امو؟ چی شد؟ چی شد؟ گشتم گشتم. لای به امید تو با اجازه. حاجی آسمون قلوم بهه که زد شو افتدیم پایین. بایم هم نفرمون شما که باز کردم با آنون دارم میرم. برانکا چیه؟ آمبولانس چیه؟ شما کی هستی؟ عجب دست درد نکنه. خواهش میکنم نوشی جان، زودتر غذاتون رو بخورین. آفتاب در بیاد خیلی کار داریم. کار داریم؟ چی کار داریم؟ فردا صبح میفهم. دست درد نکنه حاجی جمعه سه شام، وقت نداریم بس بریم. دست بدیم رو دست خانواده تو. شما رو به خیر و ما هم به سلامت. شما اگه به من کمک نکنید دو روز مهلت هم سوخت میشه. ما همین کارم زورکی داریم، یه روز سر کار حاضر نشیم میمونیم. این بنده خدا هم محلیمونه، اولین روز کارشه. مکردم حاجی، قسمت بود شما دو نفر به من کمک کنید. ایشالله بعدن از خجالتون در میام. فقط این دو روز رو با من باشید. پس باید بدونیم کار چیه. حاجی خدا وکیلی ما رو سر کار نذاشتی؟ رحیم گوش کنیم، من فرش فروشم، چند تا مغازه دارم، ولی هنوز یعنی تا قبل از مردنم تو مغازه پدر مرحومم بودم. از بچگی رو پای خودم وایسادم و کارم رو توسعه دادم.
خدا رو شکر محتاج کسی هم نبودم. تو زندگیم خیلی پاییدم که پام نلغزه. قدرت خدا نلغزید، حالاش هم نلغزیده. ولی بچه های خلفی نداشتم. این تنها درد من. و اما داستان کار نیمه تمام من از اونجایی شروع میشه که خانواده ای به محله قدیمی ما، جایی که من توش بزرگ شدم. خانم عزیز، شما هرکنی تو پول کامل ندیدید، بی خودی اصل پارکز نوردید. بابا من که این مقدار پول به شما دادم. من دیروز دم بونگا گفتم تا شما پول کامل ندید من کلید به شما نمیدید. حاج خانم بذار اجازه بدین صابخونه چیکار میکنه، میذاره اساس خالی کنیم یا نه؟ شما بارتو پیاده کن، کارت نباشه. شما پولو بده اساس ببر. بابا دو روز ازت مرتد خواستم، قرارمون هم سر جاشه. نمیشه مادر من، اگه قرار باشه همه مستاجران مثل شما بخوام. سلام علیکم آقا. سلام علیکم آقا. خوبه، بفرمایید. جریان چیه؟ بابا آز آقا پول این خانم کسره. قرار بوده پول پیش کامل بده بعد اساس بیاره. حاج آقا به خدا دو روز ازش مرسد خواست. خب اصل حالت خوبه؟ بچه‌ها خوبم؟ الحمدلله بهتره. قربان شما، سلام دارم خدمت. اگه میتونی باشون راه بیا دیگه. چشم آقا. خدا خیرت بده. قربان شما، سلام برید. بزرگتون برسید. چیکار کنم آقا شهرم؟ بیا این کلید. دو سه روز بیشتر نشه. حتما. چشم. مرزی جان. نفت خانم؟ بله حاج آقا. این همه به چه کارتون میاد؟ سلام علیکم. والا صابخونه رو کشی گاز نکرده. کی هست صابخونتون؟ آقای شرف الدین. آقا شرف، آها. فکر میکنم اون روز با والده شما حرف زدم. بله حاج آقا. ببخشید، با اجازتون. خانم بذار باشه شاگردم که اومد میگم بیاره در خونه. نه خودم میبرم، باید شما آماده. نگران نباشین، به موقع به دستتون میرسه. دست شما درد نکنه. با اجازتون. به سلامت. نه خیر، نه نه. اون پنج تخت ابریشمی رو در حال حاضر اینجا ندارم. باید بگم از حجره براتون بیارن. حتما حتما حتما. لطف عالی زیاد. کجا به این زودی؟ آفتاب هنوز پهنه. مهمون داریم آجی، امروز یکم زودتر میرم. خواهش از خواجک. به سلامت. معلوم نیست این پسره کجا موند. سلام دخترم، به مامانت به اون نفتا رو آوردم. مامان به آقای نفتا رو آورده. بگو بیارن تو بذارن پایین حوض. یالا خب، کجا بذارم؟ بذارید اینجا. برو کنار خود. ای وای، شمایی تاج آقا؟ بفرم. دست شما درد نکنه خب. مهتاب مامان دست نزن دیگه، اینا رو بذار تو جعبش. چشما. بابات کجاست دخترم؟ عمرشو دادن به شما. خدا رحمتش کنه. خیاطی میکنید؟ بله.
مشتریاتون خبر دارن اومدین محل جدید؟ کمابیش با خبرم. همه زحمتای من گردن دخترم مرضیه است. هر چی در میاره باید خرج دوا درمون پای من بکنه. همیشه هم هشتمون گروه نهمون. هی کمکی از دست من برمیاد تعارف نکنید. من در خدمت هستم. نه حاج آقا، خیلی ممنون. خدا رو شکر زندگیمون میگذره. با اجازتون من دیگه مرخص میشم. به اهالی محل میسپرم، شما خیاطی میکنید. خیلی ممنون. خداحافظ. به سلامت. خدا به همراه. سلام آقا. علیکم سلام. این چیه محبوبه؟ این برنجه. اینم نون خورشته. کجا میبری؟ میبرم بذارم دم در. دم در؟ بله. چرا اینقدر زیاد میگیرن؟ والا چه عرض کنم حاج آقا. بابا این اسراف گناه خدا رو خوش نمیاد. این بنزه گونی برنجه. سلام آقا جون. سلام علیکم. آقا جون چه خبره؟ مثلا شما حاج اکبر آقای فرش فروشی دا؟ ای بمیره این حاج اکبر این همه اسراف رو نبینه. بابا یه عده به نون شبش رو محتاجن، اون وقت شما گونی برنج رو دمی در؟ اگه مادر مرحومتون کمی قناعت یادتون داده بود این همه برکت خدا رو ریخت و پاش نمی کردین. سلام آقا جون. سلام. ببخشید اما همه این زندگی رو همون مادر خدا بیامرزمون میچرخون. چرا چیزای خوبش رو یاد نگرفتین؟ فقط ریخت و پاشش رو یاد گرفتین؟ عد تو هم باید همین الان این آتشخالو بذاری دمه در که آجی ببینه آتیش بیاره معرکه. من که چیزی نگفتم آقا مجید. مجید تو هم زورت به این محبوبه رسیده ها. برو بابا. سهیلا بیا بریم. آقا جون خداحافظ، ما رفتیم. حقیقتش اینه که میخوام اونجا رو خرابش کنم، جاش آپارتمون بسازم. دنبال جوازشم. گفتم این یه ساله بدم به اینا اجاره. خب لااقل به اون ناصر بگو بره دستی به سقفش بکشه. اون سقف خطریه ها. آقا شرف، شما صاحب خونه ای، شما وظیفه داری. چشم، شما میگی چشم. پس لااقل پول اینو یه جا ازم کم نکن که بتونم سقف رو درست کنم. شما ماهی دیگه میتونی بدی؟ باش. بردو ببر دیگه، ببر. تخفیفش چی میشه حاجیزون؟ چشتو گرفته دیگه. زنده باد. یه محلس یا از اکبر. خداحافظ. سلام حاج آقا. سلام علیکم. تهی میکردی حاج آقا؟ حالی چهر مفهمی داره. بزن اونم دلش به این خوش باشه. بیا این سفارشو بردار بده به حاج خلیل، بگو موقع نهار رسیده با خودش بیاره. چشم حاج آقا. یا علی. خیره انشالله. پولتون خونمون جا گذاشتیم. قابلی شما رو نداره حاج خانم. من هنوز قسمتم نشده حاجی بشم. از شما بعیده. مگه تو زندگی من چی دیدین که فکر کردین صدقه قبول میکنم؟ خدا رو شکر اونقدر اعتبار پیش خدای خودم دارم که بتونم زندگیمو بچرخونم. چه حرفی میزنی خانم محترم؟ بنده قصد جسارت نداشتم. بالاخره ما هم نوعیم. حتما که نباید دادم کس و کاری کسی باشه تا بخواد براش کاری انجام بده. شما بفرما به کس و کار خودت برس که دو روز از احوال کت حاجیشون بیخبرن. مراد بیا. بله جو. اینو ببر بده اون خانمی که الان اینجا بود. بگو شکافشو بدوزه. حق و زحمتش هرچی بود پرداخت میشه بود. چشم جو.
سلام. سلام دخترم، بفرمایی. اینو مامانم داد، فعلا بپوشید تا کتتون حاضر بشه. باریکلا، باریکلا، دست درد نکنه. خواهش میکنم، خداحافظ. خداحافظ. اندازم هست سعید شهلا محبوب خانم کسی خونه نیست؟ بچه ها سعید شهلا این کیکو براتون پخته تولدتون مبارک زحمت کشیدین خانم خیلی ممنون خواهش میکنم شهلا جون گفته بودن که کیک شکلاتی دوست دارید منم شکلاتیشو درست کردم وای آقا جون چقدر این کت بهتون میاد ماشاءالله آقا جون همه چی بهش میاد افتخار سهیلا خانم خب حاج آقا الان وقتشه که شما رو فوت کنید آدمو به چه کارهایی وادار میکنید یا؟ بفرمایید. باید فوت کنم؟ بله. مبارک آج آقا، تولدت مبارک. مبارک باشه آقا جان. اجازه بدید چیچه اولو اکبر آقا بخوره. مامان جان خودت زحمتشو بکش. من دستم کسی برم دستمو بشورم. آقا جون چطور بود؟ چی چطور بود؟ نرگس خانم دیگه باید عقلم کم باشه که بیام مادر زنتو بگیرم ولی من میگم آ یه همچین موردی یا حیف دست بره بگو حیف دارایی پدرم از دستم بره اینو بگو اصلا میدونی چه خوبی به شما نمیده آج آقا گوله عدتواره این نرگس خانمو که نخوردی اتفاقا بدم نبود بد نبود چی حاج آقا بی خواهر این سهیلا خانومو بگه قال قضیه رو بکن اونه که به دردت میخوره آدم باجن آقا پسرش بشه اشکال نداره باجن آقا توش بدن دیوانگیه آقا جون مهم نیست باجن آقا کی میشی مهم اینه که سر و سامون میگیری تو نگران سرسامون گرفتن منی یا خوده بابات نشناستت کی بشناسه آقا جون پس چرا نمیای شما پیشنهادی نداری؟ وا چقدر غذای بیرون بخوریم خلیل دلم لک زده برای نهار خونگی آی گفتی سلام حاج آقا سلام خانم کتتون آماده است دست شما درد نکنه دست شما درد نکنه پس من میرم نهار سفارش بدم تا شما بیاید باش با هم میدیم مثل اینکه جیباشو خالی نکردی آه بله دست شما درد نکنه خواهش میکنم زحمت کشیدی با اجازتون به سلامت
خانم خیاطن. سیر بغلم شکافته بود. بردم درست کردم. عجب. بردم. سلام. سلام. الحمدلله رب العالمین. قبول باشه اکبر. قبول اخ. اینا پس حسینی میخوایم ما. خب این به در شما نمیخواد. این رجش کم نامرغوب هم. مرغوب تر میخواین این کدومش بهتره؟ اینم البته لنگر این هست تو بازار خودمون هست میگه بهتره ها. سلام خانم. ببخشید. دو لنگش میبرین. خب. اینو بفرمایید. بله. دو لنگش ببرید. باقی پولتونه. بعد اگه حاجا ان شاء الله وامون راه میاد میایم میریم لنگش. قابل شما رو نداره. حاج اکبر بیا کار ما رو راه بنداز. حاجی جان اگه راه بیایی این یکی هم میبریم با خود. شما بپسندین من با تون راه میام. اینم میخواین؟ بله بله بله. دست رو در نکنیم. اگه بتونیم پولمون رو جور کنیم و از اینجا بریم بله. شما هم سرتون خلوت میشه. البته هر جا بریم که اینجا نمیشه. سلام به همگی. سلام. 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 شب شما بخیر. شب شما بخیر. شما هم که اینجایین؟ مثل شما که اینجایین. من اگه هر شب آقا جونم رو نبینم خوابم نمیبره. ببخشید تو رو خدا آقا جون. صبح تا شب میرم سر کار، فرصت نمیکنم زودتر بیام. غذاتون رو بخورین، این قلم حرفای بیخود نزنید. داشتم عرض میکردم آقا جون، دو تا آپارتمون کنار همدیگه است که ما میخوایم با خواهر شهلا با همدیگه بگیریمش. 20 میلیونش که وامه، 10 میلیونش هم که شهلا خانم زحمت کشیدن جمع کردن و باقیش هم که خودم جور کردم، یعنی پول فروش آپارتمونه. میمونه 30 میلیون که اگه شما قبول زحمت بفرمایید و لطف کنید به ما بدین، ما یه جورایی شرمون از این خونه کم میکنیم و میزنیم بیرون. اولادم امیدش به باباش نباشه به کی باشه آقا جون؟ اون 10 میلیونی که خانمت جور کرده با اون بقیه پولی که خودت جور کردی چه جوری جور کردی؟ بگو دیگه. خودمون جور کردیم. آرزو به دلم مونده نهار خونگی بخورم، همش سر زور تو چلو کبابیم. وا مگه محبوبه غذای ظهرتون رو براتون نمیفرسته؟ محبوبه؟ بله آقا سعید. چرا غذای ظهر آقا جونو بهش نمیدی؟ آقا دستپخت منو قبول ندارن. بفرما. من به اینا میگم، اینا حواله میدم به من. آخه شما که میدونین آقا جون ما خیلی گرفتاریم. بله میبینم با رستوران قرارداد دارین. آقا جون میگم اگه ازدواج کنی و از این آلاخون والاخونی در میای. راست میگی آقا جون، شما سنی نداری که ماشاءالله. زود ازدواج کردی بعدش هم خدا میامون زود فوت کرد. کجا آقا جون غذاتون؟ شما نگران من نباشید، غذاتون رو بخورید. میگم فقط نرگس خانم میتونه حریفش بشه که ما این همه قر نشنویم. سعید چیه پری جون؟ تو اسم مادر من میاد آنتریک میشی؟ مادر شما ما خوب عالی، ولی من نمیذارم هر کسی زن بابام بشه. مادر من هر کسی نیست پری جون. من که گفتم خوب. خیلی خوب بسته دیگه. من و سهیلا با فرزانه خانم در مورد آقا جون صحبت کردیم. کدوم فرزانه؟ ببخشید آخر من اصلا شوهر نمیکنه. خب به خیر گذشت. بازم نرگس خانم. چی رو به خیر گذشت بازم نرگس خانم؟ سهیلا داره شوخی میکنه. آقا جون راضی، فرزانه خانم راضی، خدام راضی. دیگه حرفی نشنوم. خب حالا همتون نظر آقا جونو میدونین. پدر و پسر بازجنق بشن چی شود؟ این حرفا نیست. بی خود نبارید و بدوزید. گروش بالنشو بیا کارت دارم. کجا؟ پاشو بیا دیگه، بسی چقدر میخوری؟
غذام تموم نشده هنوز. حالا یه لنگ مرغ کمتر. میگم خوش‌شانس چاقم نمیشه. بابا چون نمیذاری من غذامو بخورم؟ اینقدر که به فکر خوردنی یه خوردم به فکر من باش. حالا بنده به فکر شما. چیکار باید بکنم؟ دیر به جنبی مینا بابا رو کشیدن سمت خودشون. اینا میخوان سر بابا رو کلا بذارن. سر بابات کلا نمیرم. خیالت راحت. حاج اکبر میدونه چیکار کنه. من میخوام خوشحالش کنم. بابا خیلی تنهاست. باید یه زن خوب براش پیدا کنیم. سعید و شهلام که وامشون رو بگیرن اینجا رفتن. حالا من باید برم الان زن از کجا واسه بابا جور کنم بردارم بیارم که وظیفه‌مون رو درست انجام بدیم و شما هم خوشحال باشی. منیر خانم رو باید براش جور کنیم. منیر خواهر مروتی. آره خوبیش اینه که غریب است، اینا نمیشناسنش. حالا چرا منیر؟ آخه اون چیزش به بابای تو نمیخوره. منیر پول داره، چشم و دل سیره. تازه اینجوری معلوم میشه که قصد ما اموال بابا نیست. بعدش هم خوش بر و روح با کلاسه. خوش مال بابات. تهره ماهی چند تا تو انبار داریم؟ فکر کنم 4 تا اینجا باشه، 4 تا هم تو انبار پایین. درسته مرا؟ بله آقا درسته. سلام علیکم آقا. سلام علیکم. سلام علیکم. اون چیه؟ غذا براتون فرستاده بودم. کی فرستاده؟ آقای سعیدی کیانی. این غذا خوردن داره آقا اکبر. کجا بذارم آقا؟ کجا بذارم چیه؟ برش رو ببر، برش رو ببر. با اجازت. حالا تو چیکار به این کارا داری اکبر؟ ناهارتو میخوردی؟ ناهاری میدونی از گلون پایین نمیره. همین قراره 30 میلیون برای من آب بخوره، همین یه ناهار. امان از دست این بچه ها. سلام. سلام خانم. بفرمایید حاج آقا. ظرفای دیروز رو میدیم ببرم؟ مراد، اون ظرفایی که شستی بیار بده به خانم. بفرمایید. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. با اجازتون. خداحافظ. خداحافظ. این همون خانم خیاطه نبودش بعد؟ بله. سلام دخترم. به مامانت بگو بیاد دم در. مامانم رفته بیرون خرید. خب اینو بگیر، هر وقت مامانت اومد بگو دیگه نمیخواد به زحمت بیفتن. ها خب یا نه نمیخواد چیزی بگی. سلام برسون. چشم. خدا خدا. سلام حسین. سلام مراد. حاجی کجاست؟ حاجی با آچهی رفت حجره بازار. ببینم از رستوران برای آقا جون غذا آوردن؟ آره. آره؟ خب دستشون درد نکنه. اما نخورد. نخورد؟ نه. چرا نخورد؟ پس فرستاد غذا اون خانومه رو خورد، اسمش هم داد به من. خانوم؟ آره. کدوم خانوم؟ والا حسین من نمیشناسمش. خب برو به کارت برس. به سلامت. در خدمت.
سلام آقا. سلام علیکم. مراد سعید باید چی کار داشت؟ سلام. سلام علیکم. میخواست بینه غذای رستوران رسیدی یا نه؟ تو چی بهش گفتی؟ چی؟ من گفتم غذای رستوران نخوردی دیگه؟ چی؟ گفتم غذای اون خانومه رو خوردی. تو هنوز یاد نگرفتی هر اتفاقی تو مغازه افتاد نباید بیرون جار بزنی؟ ببخشید آجو. میگم به نظر من باز زرنگی باشه. یعنی چی؟ خب زن زرنگی که از روی غذا وارد شده دیگه. خانم باید یه فکر اساسی بکنیم. من نگرانم آقا جون داره از دست میره. یعنی چی؟ ببخشید آقا مجید، ولی آقا جون که ایشالله سایشون 120 سال بالا سرمون باشه، اگه همینطور رهاش کنیم همین دارایی هم که داره به اصلا بخشش میکنه میره. شهلا خب راست میگه دیگه، چی کارش داری؟ داره فضل بخشش میکنه میره دیگه. آفره. بچه ها چیزی نگین آقا جون اومد. سلام آقا جون. سلام. 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 بفرمایید آقا جون. خستم میرم تو. باید ببینیم این کیه که برای آقا جون غذا میبره. فردا از زیر زبون مراد میکشم که چه خبره. سلام آقا. سلام. خسته نباشید. غذا میل دارید براتون بیارم؟ نه میل ندارم. میبینی توی حیاط جلسه گذاشتن، دیر به جنبین بابا رو بردن. بذار فردا بگیم منیر بیاد اینجا درست میشه. اینجا نه. چرا؟ اگه اینا بفهمن همه چیز رو خراب میکنن. پریجون انقدر تعریف شما رو کرد که من مشتاق شدم خدمت برسم تا از نزدیک شما رو ببینم. خیلی ممنون خانم، خیلی خوش آمدید. مراد برو 3 تا بستنی بگیر. 4 تا بگیرم؟ 4 تا بگیر، برو دیگه. چشم. فرش فروشی یکی از شغلایی که من خیلی دوستش دارم. میدونین چرا حاجی آقا؟ نه. آخه خانواده منیر جون از قدیم تو کار خرید و فروش فرش بودن. پدرم، پدر بزرگم، حتی برادرم تاجر فرشه. چه خوب. این لنگه همون قالیچه‌ای که خونه مادر بزرگمه هنوزم رو دیوار خونشه. البته اون فرش قیمتی نداره، رجش پایینه، خامش ضعیفه، رنگش دویده، رفو هم باید بشه. اما قدیمیه حاجی آقا، قدیما از این فرشا فراوون بود، اما دیگه گیر نمیاد. حالا بابا جون اشاره کنه براش پیدا میکنه. وای چه فرش ابریشمی قشنگی حاجی آقا. این قالیچه ابریشمی نیست ولی خب قیمتش بالاست. من برم ببینم این مراد کجا موند. پری جون من نمیخوام زیاد مزاحم کار کاسبی حاجی آقا بشم. وا سر زهری چه کارو کاسبی؟ سلام عزیزه خانم. سلام. لباس من حاضره؟ آره بعد از ظهر بیام برات. ممنون. خداحافظ. خداحافظ.
میدونین حاجی آقا، من از مردایی که تو کار فرش هستن خیلی خوشم میاد. مردای قابل اتکایی هستن. بله حاجی آقا، مثل که اون خانم با شما کار داره. سلام حاجی آقا. سلام علیکم. چیز ببخشید، بفرمایید. قابل شما رو ندارم. راضی به زحمت نبودم خانم. خواهش میکنم. دست شما درد نکنه. با اجازتون. خداحافظ. دست شما درد نکنه خانم. زحمت کشیدین. خیلی ممنون. سلام علیکم آجا. سلام علیکم. چیز نهار همسایه ها بالاخره. بفرمایید. همیشه همسایه ها براتون نهار میارن؟ همسایه ها لطف دارن دیگه. چیکار کنید؟ این که یه غذای ساده است. اصلا در شأن شما نیست حاجی آقا. از سر مام زیاده. معلوم نیست این پری کجا موند. مراد. آقا مراد. سلام. سلام علیکم. سوار شو. باید برم سینی رو پس بدم. میگه سوار شو یعنی سوار شو دیگه. ببینم. این چه که واسه آقا جونم غذا میاره؟ والا من خبر ندارم. ببین آقا مراد، اگه بخوای لاپوشونی کنی به جون خودم هر چی دیدی از چش خودت دیدی. مثل بچه آدم بگو خونش کجاست، اسمش چیه. اسمش که مرضیه هست. آه این شد یه چیزی. حالا بگو خونش کجاست. به خدا خونش ولد نیستم، خودش غذا میاره برای آجی. یه بارم کت آج آقا رو براش دوخت. زرشک، پس حسابی قاطی شدن دیگه. خب این که خوبه سعید جون. خدا رو شکر آقا جون داره یه سر و سامونی میگیره. یه ازاری بده. بده دیگه. آقا مراد، با حاج آقا نگی ما رو اینجا دیدی یا؟ نه. برو سر کارت. خیلی ممنون آقا سعید. خیلی ممنون آقا مجید. میگم داداش، باید پیداش کنیم آن. نه مثل این که این مرضی خانوم بد جوری داره زیگیل میشه. سلام حاج آقا. سلام خانم. حالتون خوبه؟ ممنونم. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. غذا خوب بود؟ خیلی ممنون. خدا زیادش کنه. خداحافظ شما. به سلامت. می‌خواستم خواهشی ازتون بکنم. بفرمایید. دیگه برای من غذا نیارید. من فقط قصدم جبران محبت‌های شما بود. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه، ولی جلوی در همسایه صورت خوشی نداره. لطفاً نیارید. باشه. پس این زنه چرا پیداش نمیشه؟ به خب ما اومدیم اینجا که ببینیم کی پیداش میشه دیگه. حسلمون سر رفت. مجید من فکر میکنم این زنه خیلی هیلگره که تونسته قاب باباتو بدزده. ببخشید سهیل خانم،
قاپ آقا جونو دوزیده، انبال آقا جونه که ندوزیده که. وقتی یه زن جوان بزک کنه بیا جلو آقا بابای شما دوتا چشم حاج آقا بگه تمومه، یه فامیل بدبخت سعید جان. بله ایشون درست میگن، هممون بدبخت میشیم. بفرم. حالا خوبه همه پول مدرسه رو نخواستی بدی. از حاج ناصرم گرفتم، از بقیه هم گرفتم، از زیرش در نرو دیگه. من خودم 10 میلیون دادم، من که پول دارتر از تو نیستم که. نه 5 میلیون نمیشه، مدرسه تا سقف رفته، ناز و کاریش مونده. تا قبل از مهر باید آماده بشه، بچه های مردم برن سر کلاساشون بشینن درسشون رو بخونن. بفرستم فردا صبح مراد بیاد چکو بگیره. خدا خیرت بده، خدا حافظ. سلام اکبر، بریم نهار. سلام علیکم. خب اول بذار برم این خبر رو به این حاجی بدم و بیام. وای مجید گوش نمونه. گوش نتونه؟ بایزتو من فکر اینجاش هم کردم. چی؟ آفرین آقا سعید. بفرمایید. اینطور که پیداست شما هم اینجایی. جای بردار گوشه بردار. اینو مامانم داده. خیلی ممنون. خشم خدا. خداحافظ. هرچی گدا گشنه است دوروبر باباتون جمعه. بله ایشون درست میگن. خب معلومه دیگه، وقتی ما دوروبرش رو خالی کنیم دیگرون میان دوروبرش رو میگیرن. دقیقا. بریم خلیل. کجا بریم؟ برات نهار آوردم. کیو آورده؟ یه دختر بچه. اکبر چی غذای خونگی نمیشه؟ سلام خانم. سلام آج آقا. این ظرف غذاتون. ضمناً میخواستم یه مسئله رو خدمتتون عرض کنم. بفرمایید. خانم محترم برای آخرین بار میگم لطفاً نه دیگه برای من غذا بیارید نه غذا بفرستید. خودم ماهانه مبلغی رو برای شما میفرستم در خونه. ایشالله ملتفت شده باشید. البته متوجه شدم. اما حاج آقا اگه بنا باشه که دیگه برای شما غذا درست نکنم اون وقت پولی هم از شما نمیگیرم. من اون پولو به این امید از شما میگرفتم که غذا براتون درست کنم. قبلا هم بهتون گفتم من گدای پول شما نیستم. خوش اومدین. سلام علیکم. سلام اکبر. سلام خلیل. از پایین میام. خب از این ور پیاده رویش بیشتره، خودش ورزشیه. عجب. در و پنجره مدرسه چی شد؟ اوس محسن دنبالشه. بیا این امضا کن تا یادم نرفته میخوام برم بانک. دست درد نکنه. فعلا خداحافظ. خدا به امرت. کیه؟ چی؟
ببین چند مدلم غذا آورده. یخت یاد بگی. مراد اینو بعدم بده سنگ بهش بزنم. چشم حاجی. سلام حاجی آقا. سلام علیکم. بفرمایین حاجی آقا. چیو بفرمایم؟ ناهارتون. مگه من از شما ناهار خواستم خانم؟ جمع کنین خواهش میکنم. مگه شما ناهار نمیخورین حاجی آقا؟ خانم من جلوی در همسایه آبرو دارم، جمع کنین خواهش میکنم. من برای پختن این غذاها خیلی زحمت کشیدم. دست شما درد نکنه خانم، زحمت کشیدین، لطف کردین، ولی شما برای من دردسر آوردین. آخه چرا؟ خانم اینجا محل کسب منه، همسایه غریبه یه دفعه بیا تو چی فکر میکنه؟ خیلی خوب، من رفع زحمت میکنم، ولی این غذاها باشه. باشه، شما بفرمایین. مطمئن باشم که این غذا رو میخورین؟ خیالتون راحت باشه، بفرمایید خانم. حاج آقا مطمئن باشین که دستپخت منو هیچ وقت فراموش نمیکنین. به سلامت خانم، بفرمایید. این سفره در شأن شما حاج آقا. دستش درد نکنه. سلام حاج اکبر. یکی دیگه اینا رو آورده بابا. عجب، برو یه باتری برای این ساعت بگیر. چشم آجی. یه دستمال هم روش بکش. سلام آقا. سلام محبوبه. خسته نباشی. چشونه؟ والا چه عرض کنم آقا، نگفتنش بهتره. خبریه؟ آقا تو رو خدا از من نشنیده بگیرید. چیو نشنیده بگیرم؟ آخه چی بگم؟ بگو دیگه. عروساتون رفتن اون خانمی رو که براتون هر روز غذا می آورد پیدا کردن، حسابی زدن لتو پارش کردن. چی میگی؟ خودشون میگن. اسمش مرضی است آقا.
بله. محبوبه چی شده؟ نمیدونم. هر چی میخواد بگیم بیدم من رو فوری برسونن. خوبه؟ طوریت نیست؟ نه. چطور مگه؟ چی شده حاج آقا؟ حاج اکبر آقا وایسین. خانم شما از جون من چی میخوای؟ ها چی میخوای؟ هیچی، به خدا هیچی. با من چی کار کردی؟ چه بلایی سر من آوردی؟ چه بلایی حاج آقا؟ شما که گفتی نیا دیگه نیومدم. دیگه چه کار باید میکردم؟ از من چی میخوای؟ حرف حساب چیه؟ چه نقشه ای تو اون سرت داری؟ من حاج اکبرم، حاج اکبر کیانی؟ میفهمم. اما حاج آقا، شما بیشتر از داراییت میارزی. خیلی بیشتر از اینا. اما حیف که قدر خودتو نمیدونی. به جون دخترم که همه زندگیمه. چی از شما نمیخوام؟ من فقط میخوام اجازه بدین صبح که از خواب بیدار میشم به این فکر کنم که برای نهار شما چی درست کنم. این که چیز زیادی نیست. هست؟ دیگه خودتون رو انقدر عذاب ندید. میرم خودم رو گم و گور میکنم. Thank you.
آقا جون اینجا چرا خوابیدی؟ پاشو برو تو. با اجازه. سلام علیکم آجا جود اومدی آجا. سلام علیکم. حاج آقا توسلی تشریف دارن؟ من کیانی هستم. سلام حاج آقا. حال شما چطوره؟ خیلی مخلصم. حاج آقا می‌خواستم زحمتی بهتون بدم. اگه وقت دارین میشه یه استخاره بر من بگیرید. همین الان. خیلی متشکرم. پس من منتظر بشم دیگه. ممنون. فعلا خداحافظ. الو مخلصم آجا. خیلی ممنون، خیلی لطف کردین آجا. من بعدا خدمت میرسم. لطف عالی زیاد. خسته نباشی مراد جان. سلامت باشی آجا. روزش توی تلفن یه دونه انگشت هست. مشکل. پر از نگین. نگیناش چی بود؟ نجیب میگه برای منم بگیم. سلام آقا جون. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ راحت باشه.
همه داستان این بود. خب الان اولین کاری که باید بکنیم اینه که بریم خونه ما. اولا اجازه بدین اون مرحومو دفنش کنیم. دوما اگه قرار باشه ارث و میراثی هم تقسیم بشه، زن و مرد مساویان. اون حرفا دیگه قدیمی شده. قدیمی شده چیه خواهر من؟ اینا همه قانونه، قانون. میفهمی؟ قانونه. توی قانونم یک سوم ارث به دختر میرسه، دو سومش به پسر. مجید جان اینقدر خودت عصبی نکن. تو یعنی واقعا فکر کردی من میذارم اموال آقا جون رو حیف و میل کنی؟ مجید ولش کن، عزاداره. تو حرف نزن ببینم چی میگه. پری خانوم الکی شلوغش نکن. من بیشتر از اون چیزی که حقمه نمیخوام. من پسر ارشد این خانواده‌ام، پس سهمم هم از همتون بیشتره. چه خبرتونه بابا؟ به جای حرفا بشینیم دور هم دیگه یه چیزی بخوریم، بعدش هم میریم وصیت‌نامه رو باز میکنیم ببینیم تکلیف چیه. اومدم. سلام محبوبه. سلام. سلام علیکم. خوف نکنی آبچی، به خاطر که منم که باید اینجا رو پا بر جا نگه دارم. اگه دست شما باشه که خونه رو همینطوری میفروشین، روش برج میسازین. سعید چی شده کلید گاف صندوق؟ گفته باشم اگه حاج آقا خدا بیامرزم الان زنده بود، حرف منو تایید میکنه. سلام علیکم. سلام. سلام. تو پشت که سعی چقدر لفتش بودی تا نایمدن، میخوام ببینم چی این توه. خانم قربه احسان من رانه رو دیگه سوتش بازش کن. بار میزنه به چه سعی. سلام آقا جون، کلید گم شده بود، زیر تخت پیداش کردیم، داشتیم با شهلا میذاشیم سر جاش. بابات که مرده. حاجی جان، تا این ماجرا کجاست؟ فعلا اینجا وایسین، هنوز کار داریم. اوه چه خبره؟ حاجی چند نفر رو با این سند از حبس در آوردی؟ محمود جان، این کار فوری فوتیه، امروز حتما باید انجام بشه. رو چشم حاجی جان، خیالت راحت، کاراشو انجام میدم، آخر وقت بیا دفتر رو امضا کن. خیلی خوب، سند که آماده شد، خودت زحمتشو بکش، یه جوری برسون دستش. اونم رو چشم. بیا این رسید پیشت باشه. ممنون. خداحافظ. به سلامت. من اینجا سر کوچه میدم. باشی تو من بیام. به کتش. حاج اکبر، خودتو جا گذاشتی.
سلام. حالتون خوبه؟ من از بابت اون شب شرمندم. بعضی وقتا بزرگام بچه میشن. این که خوبه. بگیرین. چیه؟ مال شما. فردا پس فردا سند خونه میاد براتون. اینم رسیدش. من سند جایی رو نخواستم آقا. این حق شماست. گفتم که من سند جایی رو نخواستم. چرا انقدر منو تحقیر میکنید؟ من با تو چیزی رو تجربه کردم که هیچ وقت پیش از این نمیدونستم وجود داره. تازه فهمیدم خداوند احوالاتی رو خلق کرده که من در تمام طول عمرم ازش بیخبر بودم. این در مقابل چیزی که به من دادی هیچه. من دست خیلی یارو گرفتم ولی خودم الان نه حاجی. برو وقتی سند دلتو دستت گرفتی بیا. مرزی. خب من برم به کارام برسم دیگه. با اجازه. اکبر آقا. شام چی درست کنم برات؟ هر چی تو دلت بخواد. دوست دارم شما بگی. همون غذایی که روز اول درست کردی. چشم. خداحافظ. به سلامت. حاجی اومد. بفرمایید. این چیه؟ قابل شما نداره. ولی آخه آقا حاجی حرفشو نزن. خیلی آقایی. حلالمون کنید. حلال. حاجی خیلی رو کرد. حلال. خدا بزرگی کمت نکنه حاجی. خب دیگه وقتی نمونده. من باید برم سری به مغازه بزنم و ازشم صبح برم بچه‌مو ببینم. شما برین دیگه. برین. بریم به کارتون برسیم. برید. سواش. سلام علیکم. ما
میگم نکنه همه این جریانات خواب بوده باشه، تو نمیری خیالات برامون نداشته باشه. باز شروع کردی؟ مهران میگم علا حاجی کجاست؟ کی داد یا رحیم؟ زندگیشو میکنم. الو جانم. سلام خوشبخت جان. آره آره مشکلی نیست، بگو عزیز. بله خیابان ونک، بله پلاک 53. خیلی خوب میفرستم بره. آره قربونتون، مرسی خدا. مهران طالبی. این که خونه حاج اکبره. بسم الله الرحمن الرحیم و القرآن الحکیم اینک لک. حسی نباشی. سلام. حاضره دیگه. نگران نباشی. مهمون منتظرم. خیاله راحت بشه. خیاله زار. خیاله زار. هری قسمت خانوما کسی از هواشون رو داشته بشه؟ آه اگه کاری چیزی داشتی بگو که من مرادو بفرستم. سلام. سلام خانم. بفرم. بفرم خانم آبادشون. بفرم. بفرم. چون این داخل خانوما داخل ساختم. خدا صبرتون بده. حاج آقا کجا تشم این نار در خدمت بشه؟ اما آخرتون باشه انشاءالله. خدا رفتگان شما رو بیاموز. سلام علیکم. سلام. خوش آمدید. بفرمایید. من میرم یه سر بزنم به مهمونا. تسلیت عرض میکنم خانم. محبوبه جان اومدم چای تعارف کنم. ممنون. بفرمایید قربون شما. نمیمونید نه ها، تشریف داشته باشین. قربونت ان شاء الله تو شادیتون جبران کنم. بفرمایید خواهش میکنم. خوش اومدید. بفرمایید. بفرمایید خانم، خیلی خوش اومدید. این پشت جا هست. هری به مردم بگو بیام بالا سفره رو پهن کن. مجید یه چیزی بده بدم به این بیچاره ثواب داره. کیه؟ حتما یکی از این بدبخت بیچاره هایی که بابا بهش کمک میکرده دیگه. بیا. این چیه؟ چه خبرته؟
بفرمایید خانم، بفرمایید بالا نهار آماده است، بفرمایید بفرمایید تو خدا فرمایید خانم، بفرمایید بفرمایید شرف خانم، بفرمایید عرض خانم، بفرمایید 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 همون در جلویه، بفرمایید بفرمایید تو بفرمایید. بفرمایید همین راپله ها رو بفرمایید بالا. خانوم ها آقایون بفرمایید نهار طبقه بالا. بفرمایید تشریف بیارید.